بدو عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم. با حال هم مهمان خیلی عزیز ما در کنار ما داریم، صالح هدفمند. صبح شما بخیر و خوش آمدید. سلام عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون ایواد. تشکر، زنده باشین، لطف دارین. در نخست اجازه بفرمایید ما درود میفرستم برای پاک شهدای که در حادثه المناک قلورده 209 شاهین در مزار به وقوع پیوست. از خداوند منان برای تمام شهدا که واقعا برای افغانستان و دفاع از افغانستان اینا زحمت کشیدن و به شهادت رسیدن. از خداوند منان بهشت برین استدعا میکنم و برای فامیلشان صبر جمیل. ډیر مننه هدفمند صاحب، او مخکې له دې نه ارزو جانې چې موږ دوستانو ته ولاړ سو دا چې خپرونه یو ځن په بیړه را پیل شوه. موضوع مو چې کومه نن ټاکلې ده دوستانو، هغه د تحصیلات عالیه د لوړو زده کړو د وزارت هغه ستونزې دي چې په دې وروستیو کې راولاړې شوي دي، او د ورځ ورځ راهیسې موږ غوښتل چې دغه موضوع وڅېړو، او په خاصه توګه په کومو پوهنځیو کې دغه ستونزې راولاړې شوي دي. تحصیلات عالیه او د افغانستان حکومت څومره ژمن دی دغه ستونزې په هوارولو کې اورستی کوټلی ګامونه واخلي. نو هدفمند صاحب، زموږ سره خبرونه کړي د کابل د پولی ټکنیک پانتون محصول او همدارنګه د کانکور د امادګۍ یو تکړه استاد هم دی. هدفمند صاحب، کراشو لمړی پښتنه تاسو نو کو چې لوړ زده کړو تر دې د ما نظر تیر کلونو ته سن وخت کړی دی. تشکر. ما خودم تقریبا مدت از دوران مکتب از دوران مدرسه تا حالا خودم محصول پانتون هستم. فعالیت در کورس‌های آموزشی داشتیم در قسمت‌های سوالات و در قسمت‌های مختلفشان، در قسمت‌های دید کتاب و تدریس، و همچنان فعلا هم مصروف تدریس آماده کنکور هستم بخش ریاضیات. خودم محصول پانتون پلی تکنیک هستم و مشکلاتی که ما خودم واقعا چند سالی که خودم دیدیم عملا بالای خود و بالای هموطنان عزیز خود که واقعا چی مشکلات را اینا مواجه هستند. در قدم نخست اگر ما مکتب مد نظر بگیریم، در افغانستان مکتب که است به صورت معیاری نیستند. مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد در قسمت مکتب، مشکلات اولش است که کمبود معلمین است، و معلمین اگر وجود داشته باشند معلمین مسلکی نیست. اینا مشکل دارن. مثلا معلم اگر تحصیلاتشون در قسمت تاریخ است، اونا هم تاریخ تدریس میکنن، هم زبان پشتو، هم زبان دری و همچنان ریاضیات و فیزیک تدریس میکنن. به می خاطر است زمانی که شاگردان متعلمینی که از 12 فارغ میشن بسیار با مشکلات زیاد روبرو هستند، و اینا به می خاطر است که پسان وقتی که در پانتون میانم با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و مشکلات دیگه اگر ما مد نظر بگیریم در قسمت کمبود کتاب و صنفای درسی و همچنان مکاتب های استاندارد هستند، یعنی کتاب های درسی و مواد های آموزشی درست و سالمی نیستند. اگر هستن بسیار به ندرت است. به طور مثال اگر ما کابل مد نظر بگیریم، در کابل هم حتی ما میبینیم در بعض مکاتبشان کمبود کتاب و کمبود استادا وجود داره، چی برسه که به ولایت هم مد نظر بگیریم. و همچنان اگر در قسمت کنکور اگر ما صحبت داشته باشیم، وقتی که اینا از دوران مکتب، قسمی که ما با شما دوره کردم، اینا در دوران مکتب چون درسایشون نمیشه تکمیل شوه و مشکلات هایی که وجود دارن، و اینا مدت زمانی که اینا آماده کنکور را تعقیب میکنن، یعنی به مدت یک سال صنف 12 که اینا آماده کنکور میخوانن، مشکلاتشون در اینجا است که اینا واقعا چون حجم درسایشون بسیار زیاد شده، حجم درسها زیاد شده، یعنی از سه سال صنف 10 11 12 که بسیار صنفای کلیدی است در آزمون کنکور، اینا درسایشون مانده. به ما خاطر است که اینا مدت یک سال بسیار زحمت میکشه، و ما اینجا عملا دیدیم کسایی را که در خصوصا کسایی که صنف 12 هستن اینا آمادگی میخوانن، روز به روز زیادترشون اعتماد به نفسشون پایین میان، چون زمانی که وضعیت جامعه و مشکلات که خودشان فرارایشان هستن، وقتی که میبینن مشکلاتشان زیاد است، میگه ما ریاضی را مشکل داریم، فیزیک را مشکل داریم، کیمیا را مشکل داریم، تاریخ ما مشکل است، پشتون ما مشکل است، دری ما مشکل داریم، ما به یک سال سی صنف چطور بخوانم. و چیزی که من توصیه ما برای عزیزان کنکوری است و ایستن که اینا خوب است که از دوران در مجموع از تمام صنف‌های مکتب بسیار تعقیب کنن، به صورت درست البته. اگر زیادتر اینا تمرکز و فوکسشون سر صنف 10 11 12 باشن، اینا در کنکور مشکلات نمی داشته باشن و میتونن ان شاء الله که برشته دلخواهتون کامیاب شون. بسیار خوب. واقعا که در کل این همه مشکلات است که فرارای معلمین و شاگردان و مکاتب البته گرفته است. خب در کل مشکلات معلمان چی هست؟
مشکلات محصلان قسمی که من خودم محصل هستم، مشکلات محصلان که من از چند جانب میشه بگویم، یکی مشکلاتی است که در مجموع در ولایت و کابل، ولایت شاید مشکلاتش نسبتا زیاد باشه اما کابل نسبتا مشکلاتش کم است، اما بازم مشکلاتش قابل مد نظر است که میشه در موردش گپ بزنم. مشکلاتش ایستن که در قدم اول کتاب ها کس مشکلات دارن، مثلا اگر ما پانتون مرکز مد نظر میگیریم، درست است کتابایشون آپدیت است به اصطلاح، چه کتابایی که در کشورهای دیگه تدریس میشه است، اما مشکلاتی که در اونجا وجود داره مشکلات است که کتابای از اونها که هستن ترجمه نشده، نه به زبان فارسی نه به زبان پشتو، اگر ترجمه شون بسیار کم است، به خاطر حجم کتابا بسیار ضعف است و زمانی که کسایی که در کامیاب میشن در کنکور بعد از سپر کردن امتحان کنکور اینا وارد دانشگاه میشن، یک مشکلات چی هستن که اینا نمیفهمن با زبان انگلیسی بلدیت ندارن، به طور مثال اگر بلدیت دارن هم بسیار کم است و اونجا اصطلاحات و لغت های بسیار پیشرفته استفاده شده که اینا دچار مشکل میشن. مشکلات دیگه ایش که هست در قسمت لابراتوار است که واقعا این چیزی که ما میخوانیم مثل یک تیوریست، شاید شما این عملا دیده باشین، بسیار یک مثل تیوریست، هر نظریه و هر فاکتوری که چی هر درس هر موضوعی که ما میخوانیم بسیار کم است که ما در لابراتوار کار کنیم. به ما خاطر است که مشکلات زمانی که اینا فارغ میشن و با بعد از فراغت اینا دچار مشکل میشه ایستن که اینا واقعا مسلکی نمیفهمن، بسیار اگر میفهمن بسیار کم است، چون زمینه چه زمینه تجربه کاریشان یا بگویم زمینه اینا عملا یک چیزی بیاموزه بسیار کم است. بسیار خوب. خب شما یادآور شدین که فرد مثال شاگردانی هستند که شما تدریس میکنه برای اونا آمادگی کنکور، آیا شاگردانی هستند که وسوسه هایی را در دل خود داشته باشند که برای آینده که اونا فرد مثال آماده میشن به امتحان کنکور مثل سال امروز که هست و محصلین هنوز هم فرد مثال نتیجهشان معلوم نیست که چی وقت اعلام میشه، با این همچون مشکلات های روبرو هستند و یا خیر؟ بله دقیقاً مواجه هستن، مشکلات بسیار زیادی که اینا مواجه هستن، قسمی که یادآوری کردم از قسمت درس و قسمت صحیح کاریشان، اینا بسیار به آینده فکر میکنن که حالا ما عمر خود از ضایع کردیم، 12 سال درس خوندیم و بعد کنکور کامیاب شویم. یک از اینا مشکلاتی که اینا مواجه هستن استرس که اینا دارن و روز به روز اینا رو به طرف اعتماد به نفسشان پایین طرف پایین میآیه و ایسه که اینا احساس یأس و ناامیدی میکنن، میگه اگر ما بعد از فراغت فارغ شویم، اینقدر مسئله که فارغ میشه، ما هیچ واسطه ای نداریم و هیچ شناخته ای نداریم، ما چطور میتونیم صاحب کار شویم و فامیل خود خانواده خود ما نان بتوم از زمین درسی که ما خوندیم؟ واقعا مشکلات زیاد است. راه حلش چی است؟ شما چی توصیه میکنید به شاگردایی که اونا با وسوسه های گوناگون روبرو هستن؟ وسوسه های گوناگون که است، ما خودم توصیه ما بر ازنایی هستن که اینا گرچه شاید از بسیار از دوستا و بسیار از استادا و بسیار از روانشناسا به باور نظریم مختلف باشه و قسمی که خودم کتابای روانشناسی میخوندیم و مطالعه کردیم خودم و تجربه که عملا در خود دیدیم و خودم به اندک موفقیت رسیدیم، اوی هستن که خوب است اینا مرتبط به مرشته خود اینا تجربه کسب کنند. یعنی در دوران تحصیل اینا اگر یک وظیفه داشته باشند، چون از لحاظ مالی ما میبینیم که وضعیت در افغانستان در کل اگه بگویم وضعیت مالی خوب نیست، در کل اگه بسنجیم، به ما خاطر است که اینا اگر مرتبط به رشته خود، مثلا کس اگر دکتر است میشه که مثلا بعد از صنف اول یا صنف دو میشه به عنوان کارآموز در یک دواخانه، در یک شفاخانه، در یک کلینیک اینا کار کنن. همچنان کسی که انجینر است و همچنان کسایی که در بخش تعلیم و تربیت ساینس هستن، اینا میتونن که به کورس‌های آموزشی مراجعه کنن، به مکتبا میشه اینا افتخاری اولا در قسمت های اول اینا افتخاری تدریس کنن. بعد از مدت زمانی که اینا هم تجربه گرفتن و هم واقعا خودشان تکمیل شدن تا بتونن بر تمام هموطنان خدمت کنن، بعد از اون میتونن که از لحاظ بود مالی هم بر خودشان مفید باشد. بلکل حضرت من سب کرا شده تا چه دقا استونز پخوا هم وی پا معرف و پلور از دکرو که نظر سابق تا نورو کلونو تا نظر بگذاشته ای مشکلات چی که تحصیلات عالی توانسته در همواری یا در حل مشکل گام های مثبت بردار؟
تشکر. گامایی که تحصیلات عالی برداشتن، قسمی که ما عملا در جریان هستیم در پانتون پلی‌تکنیک، خوب است. تحصیلات تصمیمایی که گرفتن، خصوصا ما در پانتون پلی‌تکنیک بسیار تغییرات زیاد دیدیم. در قسمت های لابراتوار است، تغییرات در قسمت لابراتوار آورده، و خصوصا خود رهبری پانتون پلی‌تکنیک که جناب دیپلم صاحب محمد سید کاکر که رئیس پانتون است، بسیار زحمت میکشه، واقعا چندین لابراتوار آورده، و در آینده ها ما ان شاء الله مطمئن هستیم که اینا یک از مشکلاتی که محصلین به اون مواجه بودن، چون تیوری و چیزایی که در چپتر و کتاب اینا میخوندن، اینا واقعا کاری کردن که بر ما یک صحیح عملی بر ما وجود پیدا کرده. مثلا ما میتونیم در قسمت تست خاک و تست بعض مواد های دیگه، و در قسمت های جیودوزی و جیولوژی و در قسمت ها ما لابراتوار داریم، و یکی روی حلش تحصیلات تا حال اقدام کرده، و بازم خیلی مشکلاتی وجود دارد، چی در دولت افغانستان و همچنان در وزارت تحصیلات کمبود بودجه است، و خیلی مشکلات های دیگر وجود دارد اونجا. قسمی که مشکلات ما برتون یادآوری کردم، اقدام بسیار موثر و بجا در پانتون پلی‌تکنیک صورت گرفته، در پانتون مرکز هم چنان صورت گرفته. بالکل. او هدفمند صاحب، دغه تغییرات چې د کانکور په لړۍ کې راغلي دي، کوم چې وای چې نمرات کانکور میگا پاسون اعلان می شود، ای یک نوآوری است در افغانستان یا بازیان می محصلین و شاگردان؟ خب به نظر ما، قسمی که من خودم در جریان متعلمین هستم و کسایی خصوصا در جریان کانکور هستن، به نظر ما یک بسیار تغییرات مثبت است، به خاطر از اینکه اول پروسی کانکور، اگر بگویم پروسی کانکور بسیار شفاف شده. سال قبل ما شاید تقلبای بسیار زیاد بودیم، تقلبای زیاد وجود داشتن در ولایت، در کابل، در هر جای فرم بیرون می آمدن، و یا به هر نحوه سوالات بیرون می آمدن، هر قسمی مشکلات های زیاد وجود داشت. اما فعلا بسیار شفاف است، شما اطلاع دارین که سیستم بایومتریک است، هر کس بایومتریک میکنه بر اساس هم شخصشان، یعنی هیچ کس دیگه نمیتونن تقلبی وارد دانشگاه شوه یا کدام کس دیگه به جایشون امتحان بده. بسیار شفافیت ایجاد شده و یک تغییرات بسیار مثبت است، گرچه نسبت به زمانی که اومده شاید 5 ماه 6 ماه تغییرات فرق داشته باشه. این سالهای قبل در ماه حمل اعلان میشد نتایج کانکور، دانشگاه ها سمستر اول در ماه حمل شروع می شود، و فعلا شاید چند ماه بعد اعلان شود. به قسمی که شما اطلاع دارین، فعلا ولایت های چندین ولایت گرفته شده و چندین ولایت دیگه باقی مانده. بسیار اقدام نیگ است، به نظر من یک بسیار تاثیرات مثبت هستند، و قسمی است که در جهان هم سیستم به قسم عیار هستند، یعنی سیستم درشون از ماه به اصطلاح سمستر دوم که آغاز میشه، یعنی از ماه سنبله و بعد که آغاز میشه، تقریبا این قسم است. خب آقای هدفمند، ما روز قبل میمای داشتیم که من این موضوع را سوال کردیم، مشکل در کجا هست که چرا نتیجه اعلان نمیشه؟ اونا گفتن که محصلین هستن که در ولایت هستن، ولایت هستن که ناامن هستن، اونا تا هنوز امتحان ندادن. ولی شما مسئله پلی تکنیک هستین، تا چی حد این موضوع به شما روشن تر است؟ تشکر. قسمی که ما گفتم براتون، مشکلات زیاد است در تحصیلات، از قسمت بودجهش اگر ما مد نظر بگیریم تا قسمت امنیت. امنیت هم میبینیم که بسیار در خصوصا کابل و ولایت بسیار امنیت خوب نیست، و مو خاطر است که کمیته تحصیلات کانکور هم با می مشکلات مواجه است. مثلا اینا مواد هایی را که اینا انتقال میتن، اینا باید با هلیکوپتر انتقال بتن، و این شاید زمینش فراهمتر باشه، چون وضعیت افغانستان فعلا در حالت جنگ است و بسیار از لحاظ تهدید امنیتی شدید برخوردار است. به مخاطر است که ولایت های باقی مانده، قسمی که من اطلاع دارم، تا جایی که خود رئیس کمیته امتحانات کنکور جاوید رسولی اینا گفتن که ما کوشش میکنیم که به زودترین وقت امتحان کنکور خلاص شد و از هر ولایت گرفته شد، و یعنی از کابل خلاص شده، از غزنی خلاص شده، مثلا از لوگر خلاص شده، از چندین ولایت ها خلاص شده، و چندین ولایت هم امروز فردا انشاءالله برگزار میشن امتحانشون. شاید به زودترین وقت امتحان خلاص شد و امتحان کنکور و اینا اقدام شد، و چون سیستم کنکور که از اینا ماشینی که اینا دارن چک میکنن بسیار زیاد زمان نمیبره نسبت به سالهای قبل. امسال سالهای چون پارسال هم اقدامات جدید شدن، ماشینهای جدید آمده، و امسال هم اینا زمانی که اگر مشکلات های امنیتی زیاد
اینا با مشکلات امنیتی و اقتصادی مواجه نباشن، پس زودترین مدت امتحان کنکور رو میگیرن و نتایج اون رو. شما قبلا گفتن که شاید چند ماه بعد اعلام شوه، ولی چند ماه بعد اگر اعلان شود بازم همون مسئله هم صحبت های خود رو میگه که آینده ما فرد مثال هیچ شد و شاید یک سالشان حیف بگذره، ولی هدف ما این است که اگر مسئله منتظر باشن که چی وقت نتیجهشان اعلان میشود و بگذره و یک ماه و دو سه ماه بگذره و شاید فرمای اشپی که مسئله منتظر و فرما هستن او را هم گفتن که دمای حسد میتن، شاید او هم بگذره به سال آینده که سال دیگه که نو میآید و شاید یک دو سالشان حیف شده. این مورد تا جایی که شما معلومات دارین و هستین در جریان، نظر شما چی هست؟ خب دقیقا قسمی که تغییرات آمدن در تحصیلات، ما یادآور شدم خدمت شما که در ماه حمل اعلان میشد نتایج کنکور سالهای قبل و تنها سال گذشته تغییرات که آمدن، سال گذشته ماه حمل اعلان شد و این سال قرار است که هر به مدت نزدیکی که امتحانات کنکور خلاص شوه و مدت شتون تحصیلات هم کمیته امتحانات کنکور هم تال مشخص نکردن که ما دائما اعلان میکنیم. دقیقا تقریبا ما فرقش اگه بگویم 5 ماه 6 ماه میشه فرقش به سالهای گذشته و کسایی که شبیه امتحان میدن و از اینا هم شاید تغییرات به مثلا اگر تا امتحان روزانه کنکور تمام نشوه شاید امتحان شبه یا شبانه رو شاید امتحان شانه نگیره. ما به عنوان آخرین سوال کوتاه میکنیم، شاید که شما هم کوتاه جوابتون چون وقت برنامه کم است اعلام داریم. خب یک موضوع دیگه که مسئولین با مشکلات زیاد روبرو هستن که قبلا گفتن که سمستر 7000 البته 3000 میگرفتن در پنتون کابل شپی، ولی حالا گفتن که 7000 میگیرن سمستر، ولی بازم مسئولین مظاهره کردن تظاهرات کردن. آیا شما در جریان هستین تا چه حد حرفشان درست است که میگن دوباره به 3000 میرسه؟ آیا حرف واقعیت داره خیر؟ بله تغییرات ما گفتیم در هر قسمت آمده و ما زیادتر خودم تغییرات مثبت ارزیابی میکنم. هدف ما از بلند بردن فیس یست، ما فکر میکنم شاید گزارت تحصیلات کابل بود. بله درست است، سوال شما را فهمیدم. هدف ما ایستم که شاید استادای جدید را اینو استخدام کرده باشن، استادایی که مسلکی تر باشه اونا رو با ماشای خوبتر یا میشه که در قسمت های دیگه قسمت ها در قسمت های لابراتوار و در قسمت های آزمایشی و کارآموزی بر از اینا شاید کار استخدام کنن. اما بازم مشکلاتی هست و 7000 هم بر مسئله بسیار گران است، اما بازم مشکلات هست. مثلا هستن که فرد مثال از ولایت میان و مسافر هستن، شاید برای اتاقشون که کار میتن پول زیاد نداشته باشن. سلامت باشین، تشکر. و حرف آخرتون رو برای مسئله مطرح میشتیم. خب قسمی که شما اطلاع دارین و همه کلگی میفهمن که جوانان یک مملکت کس یک سرمایه گرانبهای هر کشور است، سرمایه هر کشور است و هر کشور سرمایه گذاری میکنه سر نسل جوان و نسل جوان هم محصلین است و خوب است که محصلین بسیار از دیدگاه من محصلین باید بسیار با ظرفیت باشه و درس که میخونن اینا واقعا توانایی داشته باشه و در افغانستان مستر خدمت باشن و توصیه ما بر تمام محصلین و دانشجویان هستن که اینا باید خودشان ظرفیت سازی کنن. ظرفیت سازی به این معنی نیست که اینا چپترای پنتون حفظ کنن و در امتحان پنتون اینا کامیاب شون موفق امتحان میگیرن و هستن که اینا زحمت بکشن خودشان به اندازه یک تحصیل میکنن اینا ظرفیت پیدا کنن تا در آینده به افغانستان و مردم افغانستان خدمت کنن. سلامت باشین، خوش شدیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. تشکر، زنده باشین. تشکر، زنده باشین. دوستان الله هدف من صاحب هم ډیر ډیر مننه چې راغله او د لوړ زده کړو کومې ستونزې چې په ورسته کړل وړې چې ویډیو زمونږ سره یې وڅېړلې. نو دوستان له یو لاندې د مې ورسته بیا هم تاسو درنه چوپړ سره کړو.